سرمایه گذاری به خاطر اشتغال زایی و خودکفایی در تخار. حاجی غلام حیدری 42 ساله که خلاقیت و کارآفرینیش را مردم می پسندد، با سرمایه گذاری 400 هزار دلار آمریکایی اینجا در شهر طالقان مرکز تخار یک شرکت تولید آب مدنی ایجاد کرده و ده ها تن را مصروف کار ساخته است. مردم های پولدار و مردم های سرمایه‌دار زیاد است. مگم شاید که غیرت نداشته باشه همی کار را بکنه، یا دلش تنگی بکنه که مردم غریب گردش جمع بکنه، یک چیزی کار پیدا کنه به مردم غریب. این امالی ما دو شفت کار میکنیم، تقریبا 20 نفر شب و روز با ما کار داریم. 10 نفر ما روز کار داریم، 10 نفر شب کار داریم. ما ماشون هم میتیم. انشالله دا آینده کار با نزی کرده زیادتر هم میشود. سهمدار و معاون شرکت تولیدی انصار تخار میگوید شرکت های تولیدی و فرق بانند یک معافیت مالیاتی به ایار خواهل شوند، حداقل برای 3 سال 5 سال اول دوره فعالیت تا ایار جان بگیرند و سرپای شوند، و همچنان در بخش کاهش نرخ برق یا تقاضا را داریم از شرکت برشنا و کمک که نرخ پایان بیاره، و از مردم عزیز ما خواهش میکنیم محصولات و پولی که میدن محصولات با کیفیت انتخاب کنند و از تولیدات داخلی حمایت کنند. ذبیح الله که تا چند ماه قبل در کشور ترکیه کار میکرد، پس از آن که از این کشور اخراج شده است، حالا او به عنوان یک افغان در یک شرکت افغانی و در زادگاهش مصروف کار است. و ای حقوق 10,000 افغانیگی این شرکت داخلی را بالاتر از 10,000 دلار کشورهای بیرونی میداند. میخواهیم که چیزی که هموطنهای ماست، میخواهیم که بیای افغانستان کار کنه و کار وطن خودشان پیش ببره، تولید وطن خودشان، و همچنان از دولت خود ما خواهش مندیم که یک چند شرکتی مثلا مثل آب انصار یا دیگر شرکت های دیگر که جور کنه و بیای وطنهای خود ما بیای اینجا کار کنه. و گفته ای مسئولان همین اکنون بیش از 200 شرکت تولیدی در این ولایت فعالیت دارد، که از این میان 5 شرکت دارای مجوز قانونی آب مدنی تولید میکنند، که تخار در این بخش به خودکفایی رسیده است و آنان نیز شرکت های تولیدی را حمایت خواهند کرد.